چهار عصر تهران، من مرضیه حسینی همراه شما با این بخش خبری زنده از واشنگتن دی سی. ابتدا سرخط خبرها. قاضی صادر کننده حکم‌های نامتعارف علیه زنان معترض به حجاب اجباری کیست؟ فعالان مدنی از ظهور یک قاضی مرتضوی جدید با تشویق حاکمیت خبر می‌دهند. ابقای احمد جنتی 97 ساله در دبیری شورای نگهبان، جنتی 43 سال عضو شورای نگهبان و 31 سال دبیر آن بوده است. فشار اعضای سپاه و بسیج بر رؤسای بانک‌ها و مقامات محلی برای دریافت وام. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال حاکی از فساد گسترده در پرداخت وام‌های خوداشتغالی است. و تحریم 14 بانک عراقی از سوی خزانه‌داری آمریکا. والستریت ژورنال می‌گوید این محدودیت برای جلوگیری از پولشویی و انتقال دلار به ایران اعمال شده. در پی صدور احکام غیرقانونی در مجتمع قضایی ارشاد تهران برای زنانی که با حجاب اجباری مخالفند، اطلاعاتی درباره یکی از قضات صادرکننده این احکام منتشر شده. مرکز مشاور حقوقی دادبان در گزارشی قاضی این مجتمع را به نام علی امیدی، قاضی مرتضوی جدید دادگستری تهران توصیف کرده که برای سرکوب زنان در موضوع حجاب اجباری فعال شده است. همزمان علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، هم با انتقاد از آرای این شعبه گفته این احکام با هدف تحقیر متهمان حجاب صادر می شود که خطر ظهور یک قاضی مرتضوی جدید در دستگاه قضایی را تشدید کرده است. این حقوقدان اضافه کرده قاضی این مجتمع با توجه به ملبس بودن به لباس روحانیت، احکامی خارج از دایره منطق و قانون صادر می کند. در هفته‌های گذشته برای شماری از زنان مخالف حجاب اجباری، از جمله برخی از بازیگران سینما و پزشکان، احکامی صادر شده که با انتقاد گسترده حقوقدانان و شهروندان در رسانه‌های اجتماعی همراه شده. شستن میت و کار در غسالخانه، نظافت اماکن عمومی، متهم کردن مخالفان حجاب اجباری به بیماری ضد اجتماعی و فرستادن آنها به مراکز مشاوره و دریافت گواهی سلامت از جمله این احکام صادر شده است. در حکمی که برای یکی از زنان صادر شده، قاضی او را محکوم به شستن میت کرده و دادگاه تجدید نظر این حکم را قطعی دانسته بود، اما در دادنامه تجدید نظر به جنبه‌های غیر قانونی صدور حکم دادگاه بدوی اشاره و به دادگاه بدوی تذکر داده شده است. موسا برزین، حقوقدان از آنکارا همراه ما هستند. جناب برزین، متشکرم از حضورتون در برنامه. صدور این احکام نامتعارف توسط قاضی هایی صورت گرفته که به طور مشخص توسط حکومت منصوب شدن، نقش حکومت رو شما چطور ارزیابی میکنید در صدور چنین احکامی؟ بله، ببینید، البته قبل از این شخص، این قاضی که حالا به اصطلاح قاضی، هم بودن در قوه قضاییه به خصوص در دادگاه‌های انقلاب که احکام خلاف قانون و عجیب و غریبی صادر می‌کردند. ببینید، متأسفانه در کشور شاهد یک وضعیتی هستیم که محاکم، به خصوص محاکم انقلاب و یا محاکمی که به هر حال با مسائل اجتماعی سر و کار دارند، دیگه تمایلی ندارن که پرونده ها رو بر اساس موازین حقوقی رسیدگی کنن، بلکه ملاحظات امنیتی و سیاسی بیشتر براشون مهمه. در مسئله حجاب هم همین اتفاق افتاده. مطمئن باشید که به یک سری از قضات این دستور رو دادن که حالا یا نوشته یا نانوشته که با کسانی که قبول ندارن حجاب اجباری رو به صورت سرکوبگر و تحقیرآمیز رفتار کنن، چون ما شاهدیم که این نوع احکام از استانهای مختلف صادر میشه و همه اینها هم غیر قانونی است. یعنی صدور مجازات‌های تکمیلی، مثلا شستن میت در غسالخانه‌ها یا کار در خدمات عمومی رایگان و یا شرکت در به اصطلاح این دوره‌های آموزشی و اینها هیچ کدوم با منطق مجازات‌های تکمیلی منطبق نیست، چرا که در مجازات تکمیلی باید یک سنخیتی داشته باشه، هم با اون شخصی که داریم محکومش می‌کنیم، هم با جرم. حالا اگر بی‌حجابی رو فرضاً یک جرمی هم بدونیم، ارتباطی نداره شستن
میت با این که مثلا ایشون فردا روز تکرار نکنه. ببینید اینجا هدف از مجازات های تکمیلی صرفا رفع حالت خطرناک اون مجرم است، نه اینکه تحقیر و توهین مثلا اون شخصی که حالا محکوم شده. به عبارتی اینها رو نمیشه در چارچوب حقوقی تحلیل کرد. یک سیاست سرکوبگر قضایی رو پیش بینی کردن، حالا براشون هم مهم نیست این قانونی باشه غیر قانونی، دارن اونها رو اعمال میکنن و اهداف سیاسی و امنیتی پشت این احکام هست. جناب ورزین، این چارچوب های حقوقی چنانچه شما گفتین فارغ از این که در تحلیل این احکام در واقع به نوعی عاجز هست، به نظر میرسه حتی در چارچوب تصمیم گیری نهادهای قضایی جمهوری اسلامی هم بی تاثیر هست. در واقع تاثیر این احکام رو بر افکار عمومی چطور ارزیابی میکنید و در واقع زیر سوال رفتن مشروعیت نهادهای قضایی در جامعه ایران؟ بله دقیقاً. ببینید وقتی که این نوع احکام به صورت سیستماتیک صادر میشه، خب هم مردم هم نهادهایی که در خارج از کشور وجود دارن این فکر به ذهنشون میرسه که در پشت پرده یک سریا که حالا الزاماً هم از مسئولین قوه قضاییه نیستن و با هماهنگی نهادهای امنیتی دارن یک سیاست قضایی رو پیشگیری میکنن و به عبارتی از دستگاه قضا برای به عنوان یک ابزار برای سرکوب معترضین استفاده میکنند. خب قبل از این هم واقعا دیگه قوه قضایی در پرونده های امنیتی، سیاسی، مسائل اجتماعی واقعا مشروعیت خودش رو از دست داده بود. این احکامی هم که جدیداً صادر میشه دیگه صدای خود آقایون هم در اومده، بعضی از شعب تجدید نظر هستن، برخی از قضات خودشون هم دارن مخالفت میکنن. به عبارتی قطعاً مشروعیت قوه قضاییه به عنوان مرجعی که باید مرجع تظلمات مردم باشه رو از بین برده و این مرجع دیگه به عنوان نهادیه که داره دنبال میکنه و حفظ میکنه قدرت یک عده خاصی رو. متشکرم از شما موسی برزین، حقوقدان که از آنکارا همراه ما بودین. به رغم فشارهای حکومت بر زنان، نافرمانی مدنی آنها علیه حجاب اجباری در شهرهای مختلف ادامه دارد. بر اساس گزارش هرانا، زنی که روز سه‌شنبه در اعتراض به حجاب اجباری شال خود را در یکی از میادین شهر گنبد کاووس از سر برداشته بود، بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران اعلام کرده در 10 سال گذشته بیش از 4800 مورد حکم اعدام در ایران اجرا شده است. این نهاد اعلام کرده این آمار مربوط به سالهای 2013 تا 2023 است و بیشتر اعدام شدگان هم مرد بودند. بر اساس این گزارش، اتهام 2196 تن از اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر بوده. در این مدت 41 کودک هم اعدام شدند که اتهام دست کم یکی از آنها نیز مرتبط با مواد مخدر بوده. همچنین از نیمه اردیبهشت ماه سال جاری به طور متوسط هر هفته 10 شهروند در ایران اعدام شدند. در این گزارش آمده چهره های دخیل در نقض حیات در ایران پرشمارند. بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران تعدادی از بدنامترین آنها را معرفی کرده است. قضات و رؤسای دادگستری استانهای مختلف از جمله فرج‌الله کارگر، مصطفی محمودی مقدم، محمد کریمی، محمد رضا عموزاد، اسدالله جعفری، حیدر آسیابی، محمد ولی عبداللهی و سلمان آدینه‌وند از جمله این افراد هستند.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو همراه ما هستند. متشکرم از حضورتون در برنامه جناب امیری مقدم. 5000 اعدام حدوداً، استفاده از این اعدام ها به عنوان سلاح ارعاب توسط حکومت رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ بله، درود بر شما. ببینید، همونطور که شما هم اشاره کردین، در واقع آمار اعدام ها توسط حکومت اعلام نمیشه. بنابراین آماری رو که نهادهای حقوق بشری منتشر میکنن در واقع یک آمار حداقلی است. سازمان حقوق بشر ایران در همین دوره زمانی، یعنی که از اول سال 2013 تا کنون، 5600 مورد اعدام رو ثبت کرده. یعنی آمار اعدام ها بسیار بالاست. چیزی رو که ما میبینیم اینه که حکومت، با وجود اینکه اکثر کسانی که اعدام میشن اتهاماتشون اتهامات غیر سیاسی است، ولی زمان بندی اعدام ها با رویدادهای سیاسی ارتباط مستقیم داره. برای مثال، پس از آغاز اعتراضات ژینا در 104 نفر اعدام شدند، 48 نفر فقط در 20 روز گذشته، یعنی بیش از 2 نفر در روز. و این ارتباط نزدیک داره با بیم حکومت از اعتراضات جدید، و از اونجایی که هدفشون که مبارزه با جرم نیست، ولی هدفشون ارعاب جامعه است، همونطور که شما اشاره کردید، و ارعاب جامعه با اعدام هایی که هزینه بالا ندارند. وقتی که معترضان رو حکومت میخواد اعدام کنه، هزینه این اعدام ها بالاست، چون مردم واکنش نشون میدن، جامعه جهانی واکنش نشون میده. ولی وقتی که افرادی رو به اتهام جرائم مواد مخدر میخواد اعدام کنه، از اونجایی که این افراد جزو ضعیفترین اقشار جامعه هستند، خیلی از اونها شهروندان بلوچ هستند، جزو فقیرترین ها هستند، متاسفانه واکنشی نسبت به این اعدام ها نشان داده نمیشه. ولی خب هدفش که ایجاد ارعاب هست، به اون هدف میرسند. ببینید، مثلا ما در این 2 هفته گذشته 4 مورد اعدام ملأ عام داریم. خب اعدام ملأ عام یک اعدام، در واقع یک شیوه تحقیرآمیز و ظالمانه است، نه تنها برای اون کسی که اعدام میشه، بلکه تمام جامعه رو تحقیر میکنه. حالا هرچند که ما داریم نزدیک میشیم به سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، من فکر میکنم که استفاده حکومت از این شیوه بیشتر خواهد شد، مگر اینکه هزینه سیاسی بالا بره، مگر اینکه هر اعدامی رو نسبت بهش واکنش نشون بدیم. جناب امیر مقدم، اجازه بدید در خصوص اعدام‌های غیر سیاسی به گفته حکومت، اعدام‌هایی که در خصوص مواد مخدر صورت می‌گیره، از شما بشنویم. حتی این اعدام‌ها هم به نظر می‌رسه که سیاسی باشن، چرا که با وجود بیش از 2000 آمار اعدام تنها مربوط به جرم مواد مخدر، آمارها به وضوح حاکی از این هست که در واقع استفاده از مواد مخدر در جامعه ایران کاهش پیدا نکرده. این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ کاملا درسته. ببین، خود مسئولان نظام هم در سال 2017 وقتی که در واقع تحت فشارهای بین‌المللی مجبور به تغییر، در واقع یک سری تغییرات در قانون شدند، خودشون هم بارها اذعان کردن. رئیس قوه گفته بود که اعدام پیشگیری نمی‌کنه. ما می‌بینیم که آمار نه تنها اعتیاد، بلکه قاچاق هم بیشتر شده. همونطور که گفتم، متهمان مواد مخدر قربانیان کم هزینه ی سیاست اعدام هستند. این کسانی که اعدام میشن، نه کسی اسمی ازشون میدونه، نه کمپینی در موردشون برپا میشه. به همین دلیل ما اینو قبلا هم دیدیم. مثلا بعد از جنبش سبز، اینا اومدن یک تغییرات در قانون دادن که هر کس بیش از 30 گرم مثلا هروئین یا مواد صنعتی، مواد مخدر صنعتی داشته باشه، اعدام شه. آمار اعدام ها شدیداً بالا رفت. هدفش ارعاب بود و میدونستن که هزینه بالای سیاسی نخواهد داشت این اعدام ها. حالا همطور که اشاره کردم، اگر ما به هر اعدامی به عنوان یک اعدام سیاسی نگاه کنیم، و هر اعدامی نه تنها یک حکم ظالمانه علیه اون فرد است، بلکه علیه کل جامعه است، اون موقع میتونیم هزینه این اعدام ها رو هم بالا ببریم. متشکرم از شما، محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران از اسلو.
روز پنجشنبه 29 تیر ماه نشستی پیرامون وضعیت حقوق بشر در ایران به میزبانی عضو مجلس نمایندگان استرالیا و دادستان کل پیشین این کشور در دولت سایه و با حضور رئیس کمیته مراجع امور خارجه، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا در شهر سیدنی برگزار می شود. در این نشست که شماری از ایرانیان مقیم استرالیا نیز حضور دارند، قرار است در خصوص پیامدهای نقض حقوق بشر در ایران بحث و گفتگو شود. علیرضا محبی همکارم و جزئیات بیشتر. میزبانی آقای جولیان لیسر عضو حزب لیبرال از مجلس نمایندگان استرالیا و همچنین دادستان پیشین کل استرالیا در دولت سایه برگزار شدش. ساعت 7:30 شب این جلسه آغاز شده، الان ساعت 8:50 هستش، جلسه پایان پذیرفتش. آقای جولیان لیسر در ابتدای این جلسه گفتند که همواره دنبال این فرصتی میگشتند که با شهروندان حوزه انتخابی خودشون این موقعیت رو فراهم بکنن، این نشست رو فراهم بکنن، از وضعیت حقوق بشر در ایران گفتن و گفتن که ما از تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی دولت استرالیا حمایت می‌کنیم. رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار هستش که نه تنها در داخل این کشور بلکه در منطقه خاورمیانه هم وضعیت رو متشنج و ناامن کرده. در این جلسه مهمان ویژه‌ای حاضر بودن سناتور کلر چندلر، رئیس کمیته مراجع امور خارجه، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا که آقای جولیان لیسر ایشون رو قهرمان معرفی کردن و گفتن که ایشون به وکیل ایرانیان تبدیل شده و دارن تلاش میکنن که توجه استرالیا رو به موضوع ایران جلب بکنن. سناتور چندلر در صحبت‌های خودشون گفتن که در 10 ماه گذشته و بعد از کشته شدن مهسا امینی درخواست‌های بسیاری از سوی ایرانیان مقیم استرالیا دریافت شدش برای انجام اقدامات عملی‌تر از سوی دولت استرالیا علیه رژیم جمهوری اسلامی. گفتن که در این خواست‌های ایرانیان میگفتن که دولت استرالیا به اندازه کافی علیه جمهوری اسلامی اقدامات عملی انجام نداده. در ادامه صحبت‌هاشون به 12 توصیه کمیته مرجع امور خارجه، دفاع و تجارت مجلس سنای استرالیا اشاره کردن که خودشون ریاست اون رو داشتن و در اول فوریه این گزارش منتشر شد و مهمترین اون تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن. این که گفتن که خب دادستان کل استرالیا گفتن با توجه به اینکه سپاه بخشی از رژیم جمهوری اسلامی امکان تروریستی اعلام کردن سپاه وجود نداره و گفتن که ائتلاف مخالف دولت استرالیا حاضر هستش که با دولت حاکم از حزب کارگر به رهبری آقای آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا همکاری بکنه تا اصلاحی‌های لازم به وجود بیادش و سپاه تروریستی اعلام بشه از سوی دولت استرالیا. گفتن که سپاه در سراسر دنیا عملیات خرابکارانه انجام میده و خب این کارهایی هستش که دولت استرالیا میتونه به واسطه اون سپاه رو تروریستی اعلام بکنه. گفتن که خب در حال حاضر یه مقداری موضوع ایران از رسانه‌ها دور افتاده، از رادار رسانه‌ها دور افتاده و باید ایرانیان تمام تلاش‌های خودشون رو انجام بدن به خاطر اینکه برگرده موضوع و توجه سیاستمداران جلب بشه، چون بعضی از سیاستمداران نگاه میکنن و میبینن که موضوع ایران در رسانه‌ها نیست و فکر میکنن که این اتفاق افتاده و ایران از محور موضوعات جهان خارج شده، در صورتی که اینجوری نیست. گفتن که باید به مبارزه خودتون ادامه بدید. گفتن که به نمایندگان پارلمانی خودتون در شهرهای مختلف نامه بزنید و اونها رو نسبت به وضعیت ایران آگاه بکنید و گفتن که موضوع سیاست خارجی در استرالیا موضوعی بایپارتیزان یا دو حزبی هستش و تصمیم گیری ها در سیاست خارجی توسط دو حزب صورت میگیره و ائتلاف مخالف دولت استرالیا آماده هستش تا به محض اینکه دولت استرالیا از حزب حاکم یعنی حزب کارگر طرحی رو به پارلمان استرالیا ارائه بکنه برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از اون استقبال بکنه. پیشتر آقای پیتر داتن رهبر مخالفان دولت استرالیا هم اعلام کرده بود که ما آمادگی کامل داریم برای همکاری با دولت استرالیا و در هر صورت گفتن که رژیم جمهوری اسلامی یک شبه تغییر نمیکنه و باید به مبارزه در این زمینه علیه رژیم جمهوری اسلامی ادامه بدین. سناتور چنده پیشتر در نشستی هم که روز دوشنبه برگزار شد از سوی کانون دانشگاه بین المللی دانشگاهیان ایرانی اعلام کردند که اگر حزب مخالف قدرت برگرده سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار خواهند داد. و البته شماری از ایرانیان که حدود 150 نفر از ایرانیان مقیم استرالیا عمدتاً از شهر سیدنی حاضر بودند در این محل در هورنزبی آرسل کلاب در شمال شهر سیدنی هم سوال‌هایی رو مطرح کردند و نگرانی‌های خودشون رو با این دو نماینده پارلمان استرالیا از حزب لیبرال در میون گذاشتند. احمد جنتی 97 ساله بار دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان در سمت خود ابقا شد.
جنتی برای 31 سال پیاپی است که دبیری شورای نگهبان را بر عهده دارد. او همچنین از سال 1395 ریاست مجلس خبرگان را نیز بر عهده دارد. جنتی از اسفند 59 و با حکم روح الله خمینی عضو شورای نگهبان شد. انتخاب مجدد او در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌ها و مخالفت‌های فراوانی روبرو شده. پیشتر در همین مورد گفتگوی داشتیم با همکارم مرتضی کاظمیان و میگوید احمد جنتی فقط به دلیل تمکین به پروژه‌های علی خامنه‌ای همچنان در 4 دهه گذشته در رأس مقامات نظام باقی مانده است. اگر از تکوین یک نظام خودکامه در جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم، فقط اشاره به علی خامنه‌ای نیست که از سال 68 حدود 34 سال رهبر بلا منازع بوده، مقام اول بوده و تمامیت قدرت رو در اختیار داشته، بلکه یکی از شاخص‌ها یا نمونه‌های برجسته اون همین آقای احمد جنتی است. وقتی اشاره میشه به سن جنتی در 97 سالگی دوباره برای 31 سال مجدد ابقا شده، حدود 32 سال هست دبیر شورای نگهبانه، این ارجاع به سن به معنای تخفیف سالمندان نیست. اما فراموش نکنیم که اگر مثلا کسی مثل هنری کیسینجر از نخبگان عالم سیاست، از نظریه پردازان و دیپلمات‌های مشهور الان در 100 سالگی راهی چین شده، ولی 25 سال، بیش از 25 سال که یک مقام عالی در آمریکا نیست. دولت‌ها آمدند رفتند، از توان اندیشه‌ای یا نظریات کیسینجر استفاده شده، اما اینطور نبوده که مثل احمد جنتی در صدر شورای نگهبان بشینن، گلوگاه برگزاری انتخابات در جمهوری اسلامی، گلوگاه تصویب قوانین رو در اختیار داشته باشن و به هیچ کسی بجز علی خامنه‌ای پاسخگو نباشن. فراموش نکنیم همین آقای جنتی بعد از انتخابات پرمناقشه سال 88 مدعی شد که رهبران جنبش سبز 1 میلیارد دلار از عربستان پول گرفتن، ولی هیچ وقت حاضر نشد با وجود که مدعی شد سندی وجود داره، هیچ سندی ارائه کنه، یا با وجود شکایت مصطفی تاج‌زاده، شکایت مهدی کروبی، هیچ وقت دستگاه قضایی بازخواست نکرده از جنتی. چرا؟ چون یک مقام غیر پاسخگوست. او به تنها کسی که پاسخ میده علی خامنه‌ای است. و فراموش نکنیم دبیر شورای نگهبان برای 32 سال تنها عنوان احمد جنتی نیستش. جنتی الان ریاست مجلس خبرگان رهبری رو هم بر عهده داره که دو وظیفه اصلی اون نظارت بر کارنامه رهبری و انتخاب رهبر بعدی است و یک چنین منصبی در اختیار احمد جنتی است. یا از سال 75 برای حدود ربع قرن عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، برای 40 سال احمد جنتی دبیری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی رو بر عهده داشته، برای 3 دهه رئیس ستاد امر احیای امر معروف و نهی از منکر بوده. یعنی یک فردی سالمندی یک چنین مناصب پرتعدادی رو در اختیار داشته، فقط و فقط به خاطر اینکه تمکین میکرده به پروژه های علی خامنه‌ای و به تعبیری اون جریان امنیتی نظامی حاکم در قدرت، و به نوعی یک سرپلیس بین سازمان اطلاعات سپاه یا نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای برای پیشبرد مقاصد امنیتی نظامی ایدئولوژیک حکومت. بر اساس اطلاعات اختصاصی که به ایران اینترنشنال رسیده، سپاه پاسداران و بسیج فساد گسترده‌ای در تخصیص وام‌های خود اشتغالزایی ایجاد کردند. این اطلاعات نشان می‌دهد سپاه و بسیج با سوء استفاده از اختیارات قانونی برای تشخیص افراد نیازمند به تسهیلات برای دریافت وام خود اشتغالزایی و معرفی آنها به بانک‌ها، لیستی از اعضای خود را به بانک‌ها معرفی کرده و بانک‌ها را برای پرداخت سریع این تسهیلات تحت فشار می‌گذارند. بر اساس نامه‌هایی که در همین رابطه در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، فشار سپاه و بسیج با همکاری دستگاه‌های مربوطه از وزیر اقتصاد تا استانداران و بسیج‌های استانی به رؤسای بانک‌ها اعمال می‌شود. نامه محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان و یکی از فرماندهان سپاه در تاریخ 25 فروردین خطاب به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نشان می‌دهد او از وزیر اقتصاد خواسته تا بانک‌های دی، پاسارگاد، ملی، اقتصاد نوین و 5 بانک دیگر را برای پرداخت تسهیلات تحت فشار بگذارند. کرمی در این نامه نوشته بانک‌ها به بهانه‌های مختلف پرداخت تسهیلات را انجام ندادند.
ویدیویی هم که در همین رابطه برای ایران اینترنشنال ارسال شده لیستی از اعضای بسیج را نشان می‌دهد که توسط سازمان بسیج سازندگی برای دریافت تسهیلات خود اشتغال زایی معرفی شدند. بر اساس اطلاعات دریافتی، افراد معرفی شده از سوی بسیج برای دریافت وام خود اشتغال زایی 150 میلیون تومانی مشمول هیچ یک از شرایط قانونی برای دریافت این تسهیلات نیستند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از آلمان همراه ما هستند. جناب مهرابی، متشکرم از حضورتون در برنامه. دلیل اغماز حکومت در مقابل فسادهای مکرر و متواتری که توسط سپاه گزارش می‌دهد رو شما چطور می‌بینید؟ این وام های اشتغال و همینطور وام های ازدواج عملا یک زمینه جدید برای فساد مختلف هست، به خصوص در استان های مانند استان سیستان و بلوچستان که از جهتی هم نهادهای امنیتی در اونجا حضور گسترده دارن، هم از جهت دیگه به هر حال به دلیل موضوعاتی که هست نظارت ها ممکنه کمتر باشه و حتی در حوزه های برخی از افرادی که در مجموعه های دیگه در استان های دیگه دچار فساد شدن عملا به این استان ها تبعید میشن. علاوه بر این موضوع گزارش های مختلفی هست که در همین استان سیستان و بلوچستان فساد هایی در حوزه وام ازدواج رخ داده و برخی از مقامات به نوعی حدود 700 وام را به نام بستگان خودشون و با روش های مختلف یا با نام های جعلی گرفتن که در واقع هنوز پیگیری خاصی درباره اون انجام نشده. این موضوع به هر حال از جای قابل توجه است که در گذشته سپاه پاسداران تلاش‌هایی را داشته که مجموعه هایی در استان سیستان و بلوچستان تحت عنوان بسیج یا بسهای مختلف برای از سوی افراد بومی شکل بده و به نوعی اونها را جذب بکنه. از این جهت به هر حال این وام ها هم ممکنه که تلاشی باشه که اونها بتونن افراد نزدیک به خودشون رو جذب بکنن. این وام ها در دولت آقای احمدی نژاد هم بیشتر به نوعی تلاشی بود برای جذب یک سری از افراد یا گروه های وابسته برای سازمان رأی آقای احمدی نژاد و اساسا در همون دوره همین درگیری ها درباره این وام ها وجود داشت که منجر به برکناری برخی از مدیران دولتی شد و خود آقای احمدی نژاد به صورت مستقیم به نوعی پرداخت این وام ها رو پیگیری میکرد. یعنی در مواقع آقای احمدی نژاد با مدیران بانکی در استان ها تماس میگرفت و به اونها دستور میداد که این وام ها پرداخت بشه. به هر حال از این جهت این وام ها از گذشته هم زمینه فساد بوده و در استان سیستان و بلوچستان هم قاعدتاً زمینه برای این فساد گسترده تر هست. جناب مهرابی، در خصوص ریشه های این فساد فراتر از نقش رئیس جمهور، اجازه بدید نقش رهبر رو در نظر بگیریم. شخص علی خامنه ای آیا نمی خواهد و آیا نمی تواند مانع از این فساد های سیستماتیک در سپاه باشه؟ مشخصا برحال بخش های از این فساد خود آقای خامنه ای ازش حمایت کرده، به خصوص در موقع درباره اون فساد هلدینگ یاس که نام قاسم سلیمانی مطرح شد و در فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران عملا نام آقای سلیمانی و نام مشتبه خامنه‌ای و محمد باقر قالیباف مطرح شد، اما آقای خامنه‌ای ترجیح داد که در این میان نام پسر خودش رو مطرح نکنه و صرفا از آقای سلیمانی حمایت کرد بعد از اون فایل صوتی و به نوعی راه را بر پیگیری های بعدی هم بست. از سوی دیگه با وجود تقلف‌هایی که آقای قالیباف در اون پرونده یا بحث‌های دیگه داشت، به هر حال با چراغ سبز آقای خامنه‌ای به ریاست مجلس منصوب شد و این نشون میده که به هر حال فساد در برخی از ساختارها برای آقای خامنه‌ای قابل پذیرش هست، به این شرط که اون افراد به هر حال وفاداری به ساختار کلی قدرت داشته باشن و بخشی از اون پول‌هایی که از این فساد به دست میاد را هم صرف مقاصد سیاسی کرده باشن تا بتونن اون را توجیه بکنن که برای مصرف شخصی نبوده و برای موضوعات سیاسی بوده. جناب مهرابی، این فسادها همونطور که شما اشاره کردید هر آن میزان که باعث اتصال در داخل نهاد سپاه با رهبر با رئیس جمهور میشه با جامعه اما انفصال ایجاد میکنه. تأثیر این فسادها رو بر افکار عمومی در جامعه ایران چطور ارزیابی میکنید؟ یکی از اتفاقاتی که به هر حال در سالیان اخیر افتاده اینه که حکومت تونسته خودشون
ساختار اطلاع رسانی درباره فساد رو هم مدیریت بکنه، یعنی در یک برهه های یک سری پرونده های فساد از سوی خود مجموعه های حکومتی خبرش به بیرون درز داده شده و این به نوعی باعث درگیری های سیاسی در داخل حکومت شده و جهتی باعث شده که خیلی اخبار اطلاع رسانی درباره فساد هم به یک موضوع عادی تبدیل بشه، یعنی حکومت در بخشی از تبلیغات خودش عملا موضوع فساد را به گونه‌ای مدیریت کرده که به یک موضوع عادی تبدیل شده، هرچند که به هر حال واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه درباره فساد رخ میده، ولی گستردگی این فسادها به گونه‌ای شده که عملا دیگه تقریبا هر روزه خبری درباره فساد منتشر میشه و به نوعی همه این موضوعات هم طبیعتا توسط مردم نمیتونه پیگیری بشه و در نهایت ممکنه که باعث بشه که بخشی از این موضوع عادی بشه. متشکرم از شما احسان مهرابی، روزنامه‌نگار که از آلمان همراه ما بودید. سیارات و ستارگان درخشانی که در آسمان شب به ما چشمک میزنن در ظاهر نزدیک و دست نیافتنی به نظر میرسن، اما وسعت پهناور کیهان به حدی است که حتی رسیدن به مریخ در همسایگی ما نیز دست کم 6 ماه طول خواهد کشید. حالا یک شرکت بریتانیایی با استفاده از فرایند همجوشی هسته‌ای در تولید سوخت موشک به دنبال آن است که زمان سفر به مریخ را از 6 ماه به 2 ماه کاهش دهد. همایون خیری گزارش می‌دهد. آزمایش موشک پالسار در بریتانیا. سازندگان این موشک جدید می‌گویند به دنبال تحول در حمل و نقل فضایی هستند. موشک پالسار قرار است به جای سوخت‌های متداول از گداخت یا همجوشی هسته‌ای استفاده کند، مشابه آنچه در خورشید رخ می‌دهد. نور و حرارت خورشید از ادغام هسته‌های عناصر سبک نظیر هیدروژن و تولید هسته‌های عناصر سنگین نظیر هلیوم ایجاد می‌شود. پژوهشگران می‌گویند امکان تولید انرژی به روش گداخت هسته‌ای وجود دارد، گرچه هنوز چالش‌های فنی تولید انرژی در مقیاس وسیع به طور کامل حل نشدند. یک نمونه مربوط به سفرهای فضایی است. موشک‌های فعلی برای حمل بار و فضانورد به مدار زمین مقدار محدودی سوخت حمل می‌کنند. این محدودیت امکان سفرهای دورتر فضایی را ناممکن کرده. شرکت پالسار فیوژن می‌گوید با استفاده از همجوشی هسته‌ای می‌تواند مشکل سوخت در سفرهای طولانی فضایی را حل کند. ادعای پالسار فیوژن این است که با ساخت موشک با سوخت گداخت هسته‌ای مدت سفر به مریخ را به جای 6 ماه به 3 ماه کاهش می‌دهد. امکان سفر به اقمار زحل نیز به جای 10 سال به 2 سال می‌رسد. از نظر فنی ساخت یک موشک با سوخت همجوشی ساده‌تر از ساخت یک نیروگاه همجوشی برای تامین برق یک شهر است. 2 دلیل مهم عملی بودن سرعت موشک‌های فضایی با سوخت همجوشی را تایید می‌کند: دمای بسیار سرد و وجود شرایط خلاء در فضا. هر دو عامل به موشک‌ها امکان می‌دهند سریع‌تر پرواز کنند. تمرکز اصلی پالسار فیوژن بر ساخت یک محفظه 8 متری برای گداخت هسته‌ای در موشک است. در این محفظه با ادغام هسته‌های اتم هیدروژن شرایطی ایجاد می‌شود که می‌تواند گاز را به حالت پلاسمای فوق داغ تبدیل کند. از پلاسما که حالتی میان مایع و گاز است، به عنوان پیشران موشک استفاده می‌شود. شرکت پالسار فیوژن می‌گوید در حال برنامه‌ریزی برای آزمایش تجهیزات رانش موشک در مدار زمین است. قدمی که ممکن است سفر به اعماق فضا را در آینده‌ای نچندان دور ممکن کند. وین خیری، لندن. وزارت خزانه داری آمریکا 14 بانک عراقی را از انجام معامله‌های دلاری منع کرد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که وزارت خزانه داری آمریکا 14 بانک عراقی را جهت جلوگیری از پولشویی و انتقال دلار آمریکا به ایران از انجام هر گونه معامله با ارز دلار منع کرده است. همزمان با انتشار این گزارش، یک بار دیگر قیمت دلار در برابر دینار عراقی افزایش پیدا کرد. عراق در اواخر سال گذشته میلادی پس از فاش شدن قاچاق صدها میلیون ها دلار به ایران مورد تحریم و فشار جدی آمریکا قرار گرفته بود.
همکارم تروسکه صادقی از پاریس با ماست. تروسکه، از اسامی این بانک‌ها و جزئیات بیشتر این تحریم‌های واشنگتن بگو لطفاً. خب اسامی بانک ها به دست ما هم رسیده که 14 بانک هستش از نقاط مختلف عراق، بانک مستشار اسلامی برای نمونه، قرتال اسلامی، تیف، ایلاف، بانک سومر برای تجارت، بانک زین اسلامی، یک بانک در موصل، حتی یک بانک در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق، و همونطور که شما بهش اشاره کردید، طبق چیزی که در گزارش وال استریت جورنال اومده، آمریکا دلایل محکمی داره بر این مبنا که این بانک ها به طور غیرقانونی تعاملات تجاری غیرقانونی و حتی پولشویی کردن به نفع جمهوری اسلامی ایران یا با افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران که مشمول تحریم‌های آمریکا هستند. و در ادامه این گزارش اشاره کرده به این که هدف از این اقدام کامل برای این بوده که جلوگیری بکنند از هر گونه پولشویی، انتقال دلارها را به هر طریقی، حالا چه از طریق این بانک‌ها باشه یا از طریق‌های دیگر که ما در سال گذشته شاهدش بودیم. بانک فدرال آمریکا یک سری راهکار و مکانیزم رو برای دولت عراق و بانک مرکزی عراق در نظر گرفت. هدف اینه که جلوگیری بکنن از اینکه این دلارها حالا به این از طریق این بانک‌ها به ایران یا به نهادهای ایرانی برسه. و خود گزارش هم اشاره داره به اینکه هر چقدر، یعنی بیشترین خطر تحریم‌ها یا هر اقدامی که در رابطه با تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیره و وقتی پای عراق به وسط میاد، بیشترین حالا ضربش رو خود عراق می‌رسونه، که حالا در گزارش‌هایی که امروز از داخل عراق هم داشتیم بیشتر این نگرانی چیزی بود که کارشناسان عراقی بهش اشاره می‌کردن. بازتاب این خبر در رسانه‌های عراقی چطور بوده تا به این لحظه؟ خب بهش اشاره کردید شما همین که در بازار بورس عراق بلافاصله یک شوکی بهش وارد شد و یک موج نگرانی دوباره این کشور رو فرا گرفته. در بازارهای بورس تا همین دقایق که با هم دیگه صحبت می‌کنیم، قیمت دینار در برابر دلار کاهش یافته، یعنی 150 هزار دینار برای هر 100 دلار آمریکایی هستش. کارشناسان اقتصادی بسیار نگران هستند. الشرقیه گفتگویی داشت با یک کارشناس بسیار مطرح عراقی که گفته این اقدام آمریکا در واقع تلافی هستش یا اعتراضی هستش که آمریکا داره نشون میده نسبت به توافق نفت در برابر گازی که هفته گذشته در بین دو کشور صورت گرفت. حالا ما میدونیم که خود دولت عراق اعلام کرده بود توانایی این رو نداره که به صورت مستقیم بدهی ایران رو پس بده، بدهی گازی و برقی ایران رو، در نتیجه این توافق رو انجام دادن که ظاهرا طبق چیزی که کارشناسان عراقی میگن خوشایند آمریکا نبوده. بانک مرکزی هم اومده برای اینکه جلوگیری بکنه از این شوکی که داره به بازار وارد میشه، بلافاصله 232 میلیون دلار رو ارز دلار به اصطلاح به بازار تزریق کرد، به بورس ها تزریق کرد. اما بسیاری نگران هستن که این اصلا کمک نمیکنه و میتونه در ماهای آینده شرایط اقتصادی این کشور رو بدتر بکنه. گزارشی داشتیم از طرف بانک مرکزی عراق که اشاره کرده به اینکه درست این بانک ها نمیتونن با ارز دلار دیگه کار بکنن، معامله بکنن، اما خب در سراسر عراق آزادن و در کشورهای دیگه و به اصطلاح نهادهای بین المللی دیگه میتونن با ارزهای کشورهای دیگه کار بکنن. ولی خب مسئله‌ای که اینجا وجود داره اینه که طبق چیزی که در رسانه‌ها هم داره مطرح میشه، این فشار آمریکا هستش به جمهوری اسلامی ایران و اینکه آمریکا هشدار داده بود قبلا به دولت عراق که اگر بخواد خارج از این مکانیزمی که برای اونها در نظر گرفته شده و از آزمایشی که اونها در واقع برای دولت عراق در نظر گرفته بودند پیرو به این آزمایش نباشند و از این آزمایش سالم بیرون نیان، در نتیجه تحریم‌های بیشتری متوجه این کشور خواهد شد که همونطور که داریم می‌بینیم مرحله اول 10 بانک گزارش شده بود سال گذشته میلادی و الان هم 14 بانک دیگه. و ظاهرا این مسئله قاچاق دلار حالا به هر طریقی به ایران همچنان ادامه داره و دولت عراق نتونسته این رو کنترل بکنه. ممنونم از تو همکارم تروسکه صادقی از پاریس. با پیوستن اتحادیه بازیکران هالیوود و انجمن نویسندگان آمریکا، دنیای هالیوود با اعتصابی تاریخی مواجه شده است.
این اعتصاب که در پی شکست مذاکرات بین بازیگران و استودیوهای فیلمسازی وارد فاز تازه‌ای از تجمعات و اعتراضات شده است، ده‌ها پروژه سینمایی و تولیدات تلویزیونی را متوقف کرده و یا پخش آنها را به تعویق انداخته است. خواسته اصلی اعتصاب کنندگان تامین امنیت شغلی و محدودیت استفاده از هوش مصنوعی در صنعت سینما است. نیلوفر منصوری از لس آنجلس گزارش می‌دهد. با پیوستن بازیگران و 160 هزار عضو اتحادیه سگ به فیلمنامه نویسان، اعتصاب در هالیوود گسترده تر شد. بازیگران از 12 جولای و در پی شکست مذاکرات با قولهای تهیه و تولید فیلم در آمریکا به اعتصاب نویسندگان پیوستند. هنرپیشه‌ها و سناریست‌ها هشدار دادند تا زمانی که استودیوهای فیلمسازی در میزان دستمزدهای آنها و چگونگی استفاده از هوش مصنوعی تجدید نظر نکنند، این اعتصاب ادامه خواهد یافت. پخش کننده هایی که الان تولید محتوا رو کنترل می کنند در حال سوء استفاده و کنترل کامل این صنعت هستند. ببینید 80 سال پیش اینطور نبود. این کار غیر قانونی تلقی می شد. در حال حاضر فقط در سالن های تئاتر است که بازیگران و نمایشنامه نویسان کمی امنیت دارند. اما در تلویزیون ما وارد بازی کاملا تازه شدیم. کمپانی های مثل نتفلیکس با وجود میلیون ها مشترک ماهیانه حق ما رو پرداخت نمی کنند. ما فقط یک قرارداد کوتاه مدت داریم و اصلا به ما نمیگن چند بار از چهره ما استفاده شده و چند بار از کار ما درآمد حاصل کردن. نبرد با استودیوهای بزرگ در چنین ابعادی بی سابقه بوده. زلزله‌ای که پس لرزه‌های آن تا کنون چندین پروژه سینمایی را متوقف کرده. سری 8 مأموریت غیر ممکن، سری 2 گلادیاتور، قسمت بعدی آواتار و سریال تهران از این جمله‌اند. فکر می‌کنم در مقطعی هستیم که می‌تونیم تاریخ این صنعت رو رقم بزنیم. زمانه تغییر کرده و ما هم باید به عنوان بازیگران و نویسندگان از حقوق خودمون محافظت کنیم. این تکنولوژی تازه با نیازهای ما مطابقت نداره. باید بجنگیم تا بتونیم برای نسل بعد امنیت ایجاد کنیم، تا وقتی بعدها به گذشته نگاه کنیم بگیم ما هم بخشی از این جریان بودیم. کمپانی های نمایش استریم و صاحبان توزیع فیلم تا به اینجا به تندی از اعتصاب کنندگان انتقاد کردند. دیزنی خواسته های بازیگران را غیر منطقی خوانده و نتفلیکس هم بعید می داند که این اعتراضات بر میزان تولیدات این شبکه اثر بگذارد. به خصوص که سهام این شرکت در 3 دوم سال جاری 60% نسبت به سال قبل افزایش یافته است. جدایی از تعویق بسیاری از تولیدات سینمایی، هالیوود در برهه‌ای تاریخی قرار گرفته. مشخص نیست که آیا مذاکرات نتیجه خواهد داد یا اینکه سناریوهای آخرالزمانی جای خلاقیت را می‌گیرد. نیلوفر منصوری، لس آنجلس. داستان عاشقانه ای از خط مقدم نبرد. دو سرباز اوکراینی که جنگ در جبهه مقدم را با هم تجربه کردند، روز سه‌شنبه با اخذ مرخصی از نبرد مراسم عروسیشان را جشن گرفتند. پایان این مجموعه خبری در تصاویری از این مراسم عروسی. وقت بخیر.